سلام بچه ها، به کلاس نقاشی خالتی خوش اومدین. اه یه صدایی میاد، شما میشنوی؟ فکر کنم صدای کلاغ خبرچینه. آهای کلاغ خبرچین، چه خبری برای ما آوردی؟ بچه ها میگه شما میخواییم با خالتی نقاشی بکشین. من که خیلی خوشحال شدم حالا که تصمیم دارین با خالتی نقاشی بکشین و منو خوشحال کردین. منم یه هدیه براتون دارم. اگه گفتین نمیدونین، حالا بهتون میگم. میخوام که با هم دیگه بریم سر کلاس نقاشی و با هم کلی نقاشی خوشگل بکشیم. پس حالا چشماتو ببند تا فرشته آرزو بیاد و ما رو ببره سر کلاس نقاشی تا نقاشی خوشگل و جذابی بکشیم. پس حالا چشماتو ببند. 1 2 3 اومدیم سر کلاس نقاشی. خب بچه ها، خالتی اینجاست تا بهتون نقاشی کردن رو یاد بده. میخواد بهتون یاد بده که هر چیزی رو شما میتونین بکشین. چرا؟ چون من اینجا هستم. من بهتون یاد میدم که چقدر راحت میتونین نقاشی بکشین. حالا میخوایم با همدیگه یه گربه با یه جوجو بکشیم که با همدیگه دوستند و مهربونند. بریم برای کشیدنش. اول از همه بچه ها از دایره شروع میکنیم. دایره مثل چی؟ مثل خورشید. دیگه چی؟ اگه گفتین تا دارین مثال میزنین، خالتی سر گربه را بکشه. الان سر پیشمون هم میام یه دونه دایره میکشیم اینجوری. همراه خالتی بچه ها بکشین. یه دونه دایره میکشیم و بعد بدنشو به صورت خط منحنی اینجوری کار میکنیم. خب اینم از بدن پیشمون و بعد براش چشم میکشیم. چشمش هم به صورت دایره کار میکنیم اینجوری. یه گردی یه گردی یه گردی. حالا یه گردی دیگه میکشیم. الان شدن 2 گردی و حالا میخوایم که حالت چشمشو بکشیم که طرف بالاست. انگاری گربه ما داره طرف بالا رو نگاه میکنه و قسمت بالا رو رنگ میکنیم اینجوری. این طرف هم همینجور. حالا میریم سراغ بینی. بینیشو چجوری میکشیم؟ مثل سه گوش، مثل مثلث. اگه گفتین شبیه چیه؟ شبیه کوه برعکسه. و بعد دهنش رو میکشیم اینجوری مثل سرساره. دیدین چقدر قشنگ شد؟ حالا یه زبون خوشگلم براش میکشیم. اینم از زبون پیشی نازم. و راستی سیبیلم داره بچه ها. سیبیلم بکشیم 3 تا خط این طرف. دستمون رو رها میکنیم. 3 تا خطم این طرف. بعد چند تا نقطم اینجوری میذاریم. وای چقدر خوشگل با نمک شد بچه ها. خب حالا میتونیم براش ابرو هم بکشیم. ابرو چجوری میکشیم؟ میام یه خط به صورت کجمانن اینجوری کار میکنیم. این طرف هم همینجور. و بعد داخلش هم میتونید رنگ کنید. چه با نمک شد. حالا میایم به بدنش حالت میدیم اینجوری. به صورت بیزی یا دایره های کشیده اینجوری. و حالا میخوایم که جوجو رو بکشیم. دوست پیشمون، گربه نازمون که با همدیگه رفتن پارک و دارن خوش میگذرونن. حالا میام یه دونه دایره اینجا میکشیم.
خب یه دونه دایره یا گردی، بعد دیگه چی نیاز داره؟ جوجو بال میزنه. پس اینجوری یه دونه بال برای این جوجومون میکشیم، یه دونه بالم این طرف. بچه ها میدونین مثل چیه؟ مثل ابره. خطای منحنی مثل ابر. اینجوری نگاه کنی، حتی براشون میتونیم ابرم بکشیم. ببینید این طرفم همینجور. حالا برا جوجومون پا بکشیم. این یه پا، این دو پا. دیدین چه خوشگل شد؟ حالا براش فوکلم بکشیم. یک، دو، سه. دو تا چشم خوشگل به صورت گردی. حالا جوجومون رو طرف پایین رو رنگ میکنیم و نوکش هم به صورت مثلث. گوشه یه گربه رو یادمون رفت. حالا چه جوری بکشیم؟ میایم به صورت سه گوش کار میکنیم اینجوری. یکی دیگه هم داخلش کوچیکتر میکشیم. بچه تصادف کرد به ابرمون. حالا گوشای پیشمون هم کشیدیم. اگه گفتین دیگه چی کم داره؟ چی؟ درسته، براش هنوز دوم نکشیدیم. دومم نیاز داره. میایم به صورت خط منحنی یا مارو رو دیدین بچه اینجوری هم؟ مارم اینجوری میره بالا. پس دوم گربه هم همین جوری میکشیم. به همین راحتی. و بعد حتی میتونیم بهش حالت بدیم و روی دومش هم دایره دایره ای یا نیم دایره بکشیم. وای بچه ها چه نقاشی قشنگی شد. من که خیلی دوستش دارم. شما چطور؟ خب حالا حتی میتونیم براش چمنم بکشیم اینجوری به صورت تپه‌ای. خب بچه ها نقاشی قشنگ ما تمام شد. حتما رنگش کنید و از نقاشی کردن لذت ببرید. دوستتون دارم. حالا بریم پیشی خوشگلمون با جوجومون رو رنگ کنیم که جوجو رو رنگ زرد میکنیم. و اگر که بچه ها مداد شمعی شما قبلا استفاده شده حتما با دستمال پاک کنید و بعد شروع کنید به رنگ کردن، چون که رنگ زرد زود رنگ میگیره و اگر که سر مداد شمعی رنگ دیگه ای باشه مثل مشکی، نارنجی، قهوه‌ای، بعد رنگ زرد شما خراب میشه. پس حتما با دستمال پاک میکنیم و بعد شروع میکنیم به کشیدن. نگاه کنید الان من دارم بالهای جوجو رو رنگ میکنم. وقتی که با مداد شمعی رنگ میکنید خیلی سریعتر تموم میشه. Thank you.
و حالا بریم سراغ مرحله بعدی که هر رنگی که شما دوست داشتین میتونین انجام بدین. من نارنجی رو انتخاب کردم برای موهای جوجومون. نگاه کنین چقدر داره قشنگ میشه. حالا اگه جوجه مو بچه ها بره توی آینه خودش رو نگاه کنه میگه اه من چقدر خوشگل شدم، چه رنگ قشنگی دارم. اینا همین رنگاییه که شما رنگش میکنید. جوجوه ما حسابی خوشحال میشه و الانم که دوست گربمونه. بعد از اینکه یه قسمتی از رنگ رو انجام دادیم میایم با دستمال خورده های رنگ رو میفرستیم خونه شما، میگیم برید خونه تون که ما کلی کار داریم، شما نباید روی کاغذ ما باشید. سر مداد شمعی دوباره پاک میکنیم که رنگی نباشه و صورت جوجومون رو دوباره شروع میکنیم به رنگ کردن تا جوجوه ما حسابی خوشحال بشه، بگه وای چقدر من خوشگل شدم و میره با گربه کلی بازی میکنه. پس بریم کامل رنگش کنیم. فقط بچه ها مراقب باشین که چشم و نوک جوجو رو رنگ نکنین ده، چون خودش رنگ داره، فقط صورت جوجو رو رنگ میکنی. حالا بریم سراغ رنگ کردن گوش گربمون که با ماژیک میتونیم رنگش کنیم و همین که شما با مداد شمعی هم میتونید رنگ کنید، هیچ فرقی نمیکنه. فقط ما از چند تا وسیله استفاده میکنیم که شما ببینید که اگر که کسی هم حتی مداد شمعی نداره میتونه ماژیک رو امتحان کنه و اگر هم کسی ماژیک نداره میتونه مداد شمعی رو امتحان کنه. پس ما هر دو رو روی نقاشی اجرا میکنیم تا شما ببینید و هر کدوم ها که دوست داشتین میتونید کار کنید. چی گفتی پیشی؟ بچه ها میگه داخل گوش من نارنجی رو تیره تر کنید چون خیلی قشنگ تر میشه. پس بریم رنگ کنیم ببینیم چه شکلی میشه. وای بچه ها راست میگه، پیشمون خیلی خوشگل شد. حالا که قشنگ شد میریم داخل بدنشم رنگ میکنیم. Thank you.
زبونش چه رنگیه؟ اگه گفتین بچه بله قرمزه، زبونش هم با ماژیک قرمز میکنیم. و بعد حالا میریم سراغ صورتش، صورتش رو چه رنگی میکنیم؟ صورتش رو نارنجی میکنیم با مداشمه یا پاستل روغنی، کامل صورتش رو رنگ میکنیم. فقط ما مراقبیم که چشم و ابرو و بینی یا دهنش رنگی نشه، چون که اونا خودشون رنگ دارن. فقط باید صورتش رو رنگ کنیم تا پیشی ما حسابی خوشگل بشه. بعد از این که صورتش رو رنگ کردیم میریم سراغ بدنش. بدنش هم همین رنگ میکنیم، کامل با مداشمی رنگ میکنیم تا پیشی ما حسابی خوشحال بشه و بره با جوجو کلی بازی کنه. بچه ها زیر دست من چیه؟ درسته، یه دونه کاغذه. که دست من رنگی نشه، کاغذمون رنگی نشه و نقاشمون رو حسابی رنگ کنیم و خوشگلش کنیم. پس حتما بچه ها زیر دستتون یه دونه کاغذ قرار بدین که نقاشیتون خراب نشه و یه نقاشی خوشگل و قشنگ کار کنیم.
بعد از اینکه بدن گربه‌مون رو رنگ کردیم میریم سراغ اگه گفتیم دوم گربه‌مون. با ماژیک میتونیم سر دوم گربه رو صورتی کنیم یا بچه‌ها هر رنگی که دوست داشتین شما هم میتونین انجام بدین، هیچ فرق نمی‌کنه. و بعد خود دوم گربه رو یه رنگ دیگه میکنیم. بچه ها میتونیم دوم گربه رو حتی بهش نقش بدیم، خوشگل‌ترش کنیم. میتونیم به صورت نیم دایره با قرمز روی دوم گربه نقاشی کنیم. حالا گربه و جوجوه ما کجا هستن؟ فکر کنم توی منظره یا پارکی هستن. پس میای با سبز تیره یا روشن براشون چمن میکشیم که خیلی راحته بچه ها، از پایین به بالا، از بالا به پایین شروع میکنیم به رنگ کردن. نگاه کنید چقدر راحت چمن میکشیم. حتما هم با مداد شمعی رنگ کنید که کارتون قشنگتر بشه و سرعت بالاتری داره. خیلی راحت میتونید سریع رنگ کنید. خب به نظرتون چیز دیگه هم اضافه کنیم؟ آره، میتونیم بهش شکوفه یا گل اضافه کنیم که به صورت دایره دایره کنار همدیگه میکشیم. نگاه کنی. اون طرف گربم همینجور بچه ها شروع میکنیم به کشیدن چمن و بعد بهش گل یا شکوفه هم اضافه میکنیم. چقدر نقاشیمون قشنگ شد. حالا تو آسمون چی بکشیم؟ آفرین، درسته. ابر کار میکنیم. با خطای منحنی یا ابر مانند شروع میکنیم به کشیدن ابر. هر چقدر که دوست داشتین بچه ها میتونین ابر بکشین و بعد داخلش هم رنگ میکنیم. زمانی که میخواین ابر رو رنگ کنید با مداد شمعی به صورت دایره دایره‌ای رنگ میکنیم. نگاه کنید، گردی گردی گردی، یادتونه؟ پس ابر هم همینجوری رنگ میکنیم، به صورت دورانی گردی گردی
کل ابرمون رو کامل رنگ میکنیم. وای بچه چقدر خوشگل شد نقاشیمون. حتما ابر رو کامل کنید ببینیم چه شکلی میشه. حتی بچه ها میتونید ابرتون هم سایه روشن کار کنید، یعنی که کامل یه دونه آبی بیرنگ نقاشی کنید و بعد روی همون آبی بیرنگ یه دونه آبی پررنگم بکشین، که البته اینا سلیقه‌ایه، من فقط انجام میدم تا شما ببینید و اگر که دوست داشتید مثلا میتونید حالت سایه روشنم کار کنید یا حالت تیره روشن یا برعکس روشن تیره اینجوری بکشی. ابرا چقدر قشنگ شدن، کامل رنگشون کردیم. خب حالا کنار بال جوجومون هم میایم یه کمی نارنجی میکنیم که جوجوه ما حسابی خوشحال بشه و ذوق کنه، بگه وای من جوجه طلایی با بالهای خوشگل خوشگل، ببینید چقدر قشنگ شد، چه نقاشی خوشگلی کار کردیم. گربه و جوجومون حسابی ذوق کردند و خوشحالن، چون میگن ما خیلی خوشگل شدیم. بچه منم خیلی خوشحالم چون با شما نقاشی کشیدم. پس بود دوباره نقاشی تو به خانواده نشون بده، خالتی دوستتون داره.